امون نوروز در واقع الهه بهار هست، یعنی اون میشه گفت پیامبر بهار، یا میشه گفت که فرنگی ها بیشتر همه اینا رو به عنوان گاد و گادس به کار میبرن، ما هم گاهی اوقات بانو و بیبی و اینا به کار میبردیم برای این گونه پریان، ولی در حال ما اغلب با الفاظ دیگری سر و کار داشتیم. داستانی که در ایران خیلی معروفه و داستان خیلی شیرینی هم است و آموزنده است اینه که یک پیرزنی بوده، این هر سال مثل خیلی از آدم ها که تصمیم میگیرن این کارو بکنن اون کارو بکنن، تصمیم میگرفته خودشو ملامت میکرده که پارسال نکردی پیرسال نکردی، بعد بهار وقتی میاد عمو نوروز هم باهاش میاد، اگر آدم پیرزن 800 ساله باشه جوان میشه، این رو شنیده بوده، ولی هی تلاش میکرده منتها سر عید که میشده خوابش میبرده، اون عید یه لحظه خاصه، البته سر عید که میشده اون یه دم، اون دم مسیحایی در اون لحظه میومده و آدمو زنده میکرده، و این یه خود به خودش میگه این دفعه دیگه من بیدار میمونم، چشم آب میزنم، بزن آب سرد بر رو، بجهو بکن هیاهو، که آدم از این خوابالودگیه که چه بسیار زیانها میبینه، آب سرد بزن، پشت چشماتو باز کن ببین چه خبره، چشماشو باز نگه میدارن ولی بازم میبینه که نه، باد نوروزی آمد و رفت و هیچ طوری نشد، هیچ احساس نکرد که من جوون شدم و اینها، فکر کرد که حالا بره دم آب خود اشکاشو پاک بکنه و گریاش اینها، یه مرتبه چی شد تو آب دید یه دختر جوان 14 ساله این زمان قدیم خودش توی آبه، که خود بیشتر نگاه میکنه میبینه که خودشه و متوجه میشه که نه بیدار بوده و عمو نوروز آمده و کار خودشو کرده، و همینطور یک باد بهار دیگری هم هست که مولانا میگه که این ظاهران بر سوی ظاهر رفتند، بر همین ظاهر قناعت کردند، گفت پیغمبر که از باد بهار تن مپوشانید، گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار، کانچه با برگ درختان میکند با تن و جان شما آن میکند. بعد مولانا میگه که یه باد بهار دیگه هم هست و اون باد بهاری است که صاحب دلانی هستن، نفسشون اگر با آدم بخوره آدم باید خودش در معرض اون نسیم قرار بده، بیدار باشه، نفخه دیگر رسید، آگاه باش تا از این هم وا نمانی، خواجه تاش